خرید و عشق و بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشق و رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. قرمز و سر میان دسته به دسته، تلخی و ناامیدی پشت دیوار نشسته، نگاه یک توقف همیشه راه بسته، شفق زده آسمون خدا راهو نبسته. دو عشق و بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشق و رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. عشق و محبت آدمی را به تکامل خواهد رساند. از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. ساعت 11:16 کالیفرنیا است و بر این قسمت برنامه ریستارت. بعد از 500,000 دقیقه کارگردانی نویسندگی، شاید بشه گفتش که اولین برنامه‌ایه که من واقعا میترسم از این که اجراش میکنم. خیلی برنامه سختیه. یکی از برنامه‌هایی است که شاید میشه گفتش که هر برنامه‌ای که شروع میشه و من بخوام راجبش حرف بزنم، استرسش قبلش نیم ساعت 20 دقیقه است. عرفان، چرا اصلا این برنامه باید پخش بشه؟ قسمت اول راجع به این داریم حرف میزنیم که چرا باید این برنامه پخش بشه. عرضم حضور شما که این برنامه یک نگرش خیلی خاصی داره. عرفان تنها گزینه‌ای است که مردم جهان بهش احتیاج دارن، یعنی تمام مردم جهان به این برنامه ریستارت احتیاج دارن. هر انسانی با هر اندیشه‌ای، با هر تفکری به این ریستارت احتیاج داره. یعنی بر همه مردم جهان هست که حتما ریستارت رو گوش کنن. برای همین میخوام بگم چه برنامه‌ای داره تقدیم شما میشه. 100,000 ساله که درگیری وجود داره در جهان هستی و 100,000 ساله که مردم جهان نسبت به عرفان هیچی نفهمیدن. مدعیان عرفان، مدعیان دین، مدعیان بیدینی، هیچ کس هیچی نمیفهم. مردم احمق جهان، پیشاپیشم عذرخواهی میکنم، من تو این برنامه باید بسیار راحت باشم تا بتونم حرف بزنم، اگه نمیتونم حرف بزنم. مردم احمق جهان الان 200 سال کولر رو فهمیدن، کامپیوتر رو فهمیدن.
اگر ما 90 هزار سال پیش کولر رو کشف کرده بودیم و کامپیوتر رو کشف کرده بودیم الان کجا بودیم؟ مردم جهان 100 هزار ساله که عرفان نمی‌فهمه. خیلی جالب. اسنادی که در این برنامه برای شما ارائه داده میشه اسنادی است که فقط از عرفا اعلام میشه، یعنی حرفایی که حسینی میزنه دارای سند قطعیه. حرفای حسینی نگرش و تفکر عرفایی است که این حرفا رو زدن. مثلا شما میگی که تاریخ، میگی آقا تاریخ در مثلا اسلام طبریه، مثلا این فلانیه این فلانی. حالا چرا مردم جهان مطالب عرفان رو نمیفهمن؟ اینا چه مشکلی دارن که این موضوع رو نمیفهمن؟ پس چرا این برنامه مهمه؟ چون هر کسی که در جهان هستی هست باید حتما این برنامه رو بفهمه. اگه این برنامه رو نفهمه زندگیشو نفهمید. از کجا آمده ای، آمدنت بهره چه بود، به کجا میروی، آخر ننمایی وطنم رو هر کس فهمید تو عرفانه. هر کس این جمله رو نفهمید تو عرفان نیست. اگر تمام مردم جهان این جمله رو نفهمن مطمئنن میتونیم بهشون بگیم هیچی نمیفهمن. بی دینهای دنیا 15%، با دینهای دنیا 85%. اگر این جمله رو میفهمن میفهمن عرفان، اگر نمیفهمن نمیفهمن. تو این برنامه ریستارت قراره که ما اول عرفان رو توضیح بدیم، نگرش عرفان رو توضیح بدیم. چی میخوایم تو این برنامه بگیم؟ برای اینکه عرفان رو بفهمیم باید چه چیزایی رو بفهمیم؟ یک، باید بفهمیم اسم یعنی چی. اصلا کلن عرفان یعنی اسم، یعنی عطار و مولوی و سنایی و حافظ و تمام این آدم هایی که در عرفان بعد از 1400 سال پیش یا قبل از 1400 سال پیش، یعنی افلاطون، فیثاغورس، جالینوس، سقراط، تمام این آدم ها از اون موقع تا الان دارن راجع به یک کلمه صحبت میکنن به نام اسم. پس عرفان باید اسم رو بفهمیم. جهان هستی به دو قسمت تقسیم میشه، دانستنی های جهان هستی و ندانستنی های جهان هستی. 85% جهان نادانستنی هاست. این 15%ش مردم جهان میفهمن. علم یعنی دانستن دانستنی ها. پس علم که 15% الان جهان هستی شاخه از عرفان، و جهان هستی که شامل 85% مطالبی است که هنوز علم بهش نرسیده بازم شاخه‌ای از عرفان. پس جهان هستی یک کوچولو شاخه‌ای از عرفان. حالا بفهم عرفان یعنی چی؟ یعنی هر چی آدم کشف کرده، کشف خواهد کرد، شاخه‌ای کوچکی از عرفانه، زیر مجموعه عرفانه. شما با علم به عرفان نمیرسی. همین حرفا رو میخوام بزنم که یه توضیح کوچولو بدم. آیا با دین به عرفان میرسیم؟ حرفیست کاملا مفت. هیچ دینداری به عرفان نمیرسه. کل ساختاریخ به هم دیگه. یعنی 85% مردم جهان هیچ وقت به عرفان نمیرسه. شما وقتی در دین هستی هیچ وقت به عرفان نمیرسه. آیا بیدین ها به عرفان میرسن؟ هیچ بیدینی به عرفان نمیرسه. اما دیندارها و بیدین ها شاخه از عرفانه. یعنی اگر تو عرفان رو بفهمی دین رو میفهمی، اگر عرفان رو نفهمی دین رو نمیفهمی. برای اینکه این برنامه رو من توضیح بدم خدمتون باید چند تا چیز بدونیم. یک، صوفیسم یا صوفی یعنی چی؟ آیا صوفی مال همین 500 ساله، 1000 ساله، 2000 ساله، 5000 ساله؟ برای اینکه شما عرفان رو بفهمید باید تعریف علم رو بفهمید. باید فرق ایمان، مسلمان، مسیحی رو بفهمی، یهودی رو بفهمی. اصلا ایمان یعنی کسی که مؤمنه یعنی مسیحیه، یعنی مسلمونه یا نیست. پس تعریف ایمان رو باید بفهم. مهرهایی که در عرفان هستن رو باید بشناسی، یعنی جدول تناوبی رو باید بفهمی. ببین به عنوان مثال جدول تناوبی مندلیوف دارای عناصره. یکی از این عناصر علمه، یکی دیگر از این عناصر دینه، یکی دیگر از عناصر واسطه کفره. کل جدول تناوبی عرفان نیست تازه. یعنی اگر تمام عناصر جدول جهان هستی رو بچینیم تازه به عرفان نرسیدیم. عرفان مغز مندلیوفه، نه خود جدول تناوبی. یعنی عرفان کشفیست که مندلیوف میکنه، نه خود جدول تناوبی. حالا من نمیخوام علمی، میخوام مطالب اول بریم جلو ببینیم چیه. پس برای اینکه شما عرفان رو بفهمی باید سند از کی بیاری؟ از مولوی بیاری، از عطار بیاری، از سنایی غزنوی بیاری،
از شیخ قرقان بیاری و با یزید بسرامی از افلاطون و فیثاغورس بعد بیاری، از ویلیام شکسپیر شما میتونی سند بیاری، هر سندی به جز مولوی رو شما بکنید دستشویی، هر سندی که جز حافظ و سعدی رو بکنید دستشویی. شما نمیتونی از حسینی که اومده زفتی شعر گفته در 500 سال پیش یا 1000 سال بعد سند عرفانی بیاری، چون برای شناخت عرفان باید اول مهرهای عرفانی شناخته شه و بعد از مهرهای عرفانی باید مطالب عرفانی کشیده بیرشه بیرون و بعد باید این تفسیر شه تازه. پس شما برای استناد به عرفان به جز مولوی راه دیگه ای نداری، به جز عطار راه دیگه ای نداری. اگر هر کتابی، پس نتیجه برای شناخت عرفان 99.99 کتاب های جهان تو دستشویه، هیچ وقت این کتاب ها شما رو به عرفان نمیرسونه. پس حالا دونه دونه دوباره میریم. پس دین انسان رو به عرفان ابداً نمیرساند، دین انسان رو به عرفان ابداً نمیرساند. خیلی دقت بفرمایید، تقلید و تحقیق رو باید بفهمید. از تحقیق یعنی چی؟ خرد شاخه‌ای از تحقیقه. اگر تحقیق رو چند قسمت تقسیم کنیم، پس اگه عرفان رو به 100,000 قسمت تقسیم کنیم، یه قسمتش علمه، یه قسمتش تحقیقه، یه قسمتش دینه. یعنی کل ادیان یکی از این 100,000 شاخه عرفانه. حالا اگر ما 100,000 سال پیش عرفان رو فهمیده بودیم، نیروهای درونی انسان رو فهمیده بودیم، الان به کجا رسیده بودیم؟ حالا شما فرض کن که شما همین الان که اینجا هستی، همین الان میتونی ایتالیا باشی. خب کدوم احمق دیگه هواپیما اختراع میکنه؟ هواپیما اختراع شدنش به خاطر ضعف عرفانه. یعنی مردم جهان چون عرفان رو نشناختن، مجبور شدن هواپیما اختراع کنن، مجبور شدن ماشین اختراع کنن، مجبور شدن که کامپیوتر اختراع کنه، اسکایپ اختراع کنه. چرا؟ چون 100,000 سال پیش، 80,000 سال پیش اسکایپ عرفانی اختراع شده بوده. اما چون جهان نمیتونه اسکایپ عرفانی رو بفهمه، یعنی نمیتونه با اسکایپ با مامانش صحبت کنه تو عرفان بدون وسایل جانبی، علم اومده و شاخه ای از عرفان که علم رو گسترش داده تا به نتیجه اسکایپ برسه. چرا؟ برای اینکه من و تو چون نمیفهمیم عرفانو، باید حتما توسط یک کامپیوتر با هم حرف بزنیم. یعنی بیشعوریم که داریم با کامپیوتر با هم حرف میزنیم. حالا کلماتی مثل ذکر، اسرار مگو تو عرفان نکاتی مطلبی توش داره. برای شناخت عرفان باید حتما مسیح رو بشناسی، بودا رو بشناسی، علی رو بشناسی، موسی رو بشناسی، پتروس رو بشناسی، جنید بغدادی رو بشناسی، ابراهیم رو بشناسی، حتما باید شخصیت اینا رو بشناسی. خب این شخصیت ها همه تاریخیه. یعنی شما مطالبی که یک کافر از مسیح میدونه با مطالبی که یک مسیحی از مسیح میدونه برابره. یعنی هر اطلاعاتی که یک کشیش بزرگوار مسیحی داره، یک کافر هم میتونه کتابا بخونه داشته باشه. پس شناخت مسیح از روی کتاب نیست. پس عرفان رو از علم نمیشه شناخت، از رو کتاب هم نمیشه شناخت. یعنی سواد کمکی به شما برای شناخت عرفان نمیکنه. آقا من 10,000 تا کتاب خوندم، هیچ پخی نیست، تو عرفان هیچی نمیفهم. آقا من کتاب خونم انقدر نمیفهم. آقا من در دین اینجوری هم نمیفهم. آقا من زاهد عابد مسلمان عابد زاکانی میگین تو گربه ای، گربه شد عابد زاهد مسلمان. پس سواد و دانش هیچ کمکی برای شناخت به عرفان نمیکنه. برای اینکه شما یه موجودی رو بشناسین، برای اینکه متوجه شین، ببینید کولر، یخچال، ماشین، عرضم حضور شما که کامپیوتر، ننه تو و ننه من، هیچ کمکی برای اینکه من برم به کره ماه نمیکنه. کره ماه باید وسیله اختراع بشود به نام شاتل که منو بره کره ماه. پس 99.9 تمام چیزهایی که در جهان هستی کشف شده و هست همین الان، برای اینکه من به کره ماه برم هیچ کمکی نمیکنه. شما نمیتونی بگی که آقا سیفون دستشویی شما کمک میکنه رفتن شما به ماه، اصلا نمیکنه. شاتل باید داشته باشی. یعنی از مختصات قدیم برای رسیدن مختصات جدید شما باید شاتلی اختراع کنی، وسیله‌ای رو بسازی که بتونی بری، و برای رفتن به اونجا باید بفهمی که اونجا هوا وجود نداره. پس در برای شناخت همین کره زمین، همین جهان هستی که هوا الان تو کره زمین هست و تو کره ما هوا نیست، شما احتیاج به یه وسیله‌ای برای آداپته کردن این داری که برسی اونجا. چطوری تو عرفان می‌خوای غرق بشی و دریای عرفان رو بفهمی با اینکه هیچ وسیله ای نداری؟
سوال ها اینجا شروع میشه. آقا برای شناخت عرفان چه وسائلی واقعا نیازه؟ پس شما که حسینی میگی با کتاب نمیشه رفت، با سواد نمیشه رفت، با علم نمیشه رفت، با دانش نمیشه رفت، پس با چی ما بعد عرفان بشناسیم؟ پس این همه راجع به عرفان حرف میزنن، کیا دارن حرف میزنن؟ به اینا میگن دزد، شیاد، دروغگو. چرا؟ که عرفان شاخصه هایی داره که مشخصه. پس الان طبق اسنادی که من همین الان تو قسمت اول 4 دقیقه میخوام صحبت کنم راجع به کفر و دین، طبق اسنادی که ارائه میدم ثابت میکنم که هیچ دینداری به عرفان نمیرسه تا قسمت های بعدی برنامه ریستر. پس برای عرفان چه چیزایی هست؟ چه چیزایی دیگر باید بفهمیم؟ یک، طریقت رو باید بفهمیم، شریعت هم باید بفهمیم، حقیقت رو باید بفهمیم، یوفو، خواب، عدم باید معلوم شه. یعنی چی؟ عرفان از کجا وارد انسان و انسان از کجا وارد عرفان شده؟ تعریف دین و بیدینی چیه؟ آیا عرفان شاخه‌ای از دین یا دین شاخه‌ای از عرفانه؟ یا کفر و دین هر دو شاخه‌ای از عرفانه؟ برنامه‌های ما باید سند توش داشته باشه. پس وقتی راجع به عرفان حرف می‌زنیم، سند واقعی سید محمد حسینی عرفان، نه هر شاسکولی. پس شمای شنونده عزیز، برای اینکه عرفان رو بشناسی باید حتما از عرفا استناد کنی به حرفای عرفا. خب مولوی در یه بیت کل عرفان رو توضیح میده، میگه هر کس که تو این جایگاه وجود داره عارفه. هر کس که این بیت رو فهمید عارفه، هر کی این بیت رو نفهمید بگه من عارفم، میتونی بکنیش تو دستشویش، فرق نمی، هیچی نمیفهم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروی آخر؟ ننمایی وطنم. کی نمیفهمه واقعا؟ یه تفاوت کوچولوی راجع به علم عرفان هست که اگر امروز تونستم توضیح میدم که راجع به علم و عرفان بخش بندی کنم، اگر نشد جلسه بعد توضیح میدم. اما الان میخوام برم به سراغ دین، به خاطر که 85% مردم جهان دین دارن و برای اینکه من به شما اعلام کردم همینجا تو این برنامه که هیچ دینداری امکان نداره که به عرفان برسه، و برای اینکه به شما گفتم که برای اینکه عرفان بفهمی باید از عرفا بفهمی، یعنی سند از عرفا برداری بیاری، مجبورم امروز شروع برنامه رو با دین شروع کنم. ببینیم عرفا راجع به دین چه میگن و کفر. ای سنایی، سنایی غزنوی از عرفای بزرگه. پس یه روزی هم من باید دوباره شاخصه های عرفانی رو توضیح، یعنی عرفا رو جدول تناوبیش رو واسه شما بکشم، بگم که آقا حرفای اینو قبول کن، حرفای اینو قبول نکن، چون این تو عرفان نیست. همین که شما از کجا بفهمی که اینا تو عرفان هستن یا نیستن خیلی نکته مهمیه. مثل اون روزی که من توضیح دادم ارسطو تو عرفان نیست ولی سقراط تو عرفانه، افلاطون تو عرفانه. هر جمله‌ای که ارسطو میگه علمیه. آیا پس آقای حسینی ارسطو آدم خوبیه؟ با سواد، 100% با سواد، کاملا آدم علمی. آقای شنونده، خانم شنونده، حتما آدم با سوادی. ایشون علم داره ولی عرفان نداره. ایشون حق نداره راجع به عرفان حرف بزنه. هیچ شیعه و هیچ سنی نمیتونه راجع به عرفان حرف بزنه. هیچ کس، هیچ مسلمانی نمیتونه راجع به عرفان حرف بزنه. هیچ مسیحی هم نه، هیچ پروتستانی، هیچ ارتدوکس، هیچ یهودی نمیتونه راجع به عرفان حرف بزنه. آیا ما مسیحی عارف داریم؟ بله داریم. کرپانه بشناسه؟ بله داریم. زرتشتی عارف داریم؟ بله داریم. یهودی عارف داریم؟ بله داریم. پس چطوری اونا از راه دین نرفتن به عرفان؟ اینا چیزایی که بعدها باید معلوم بشه. میگه ای سنایی، کفر و دین در عاشقی یکسان شمر، جان و اندر جان دهن در عشق، آنگه جان ستان را جان شمر. ای سنایی، کفر و دین در عاشقی یکسان شمر، جان ده اندر عشق، و آنگه جان ستان را جان شمر. خیلی کمدی شعر. یعنی وقتی شما عرفان نفهمی، شعر اصلا یک لاف دروغ کمدی بامزه است. میگه جان ستان، جان ده یعنی اون کسی که جون میده اندر راه عشق، و آنگاه اون کسی که جان یارو رو داره میگیره، و خود جان را یکی بدون.
یعنی کسی که با ماشین زده به شما، با کسی که مرده، با کسی که داره اعدام میشه، با کسی که پیش قاضیه، با خود قاضی تو باید یه نفر بدونی اینو. یعنی خودت زدی به خودت، رفتی پیش خودت قاضی، خودت مال دهن خودت داری سرویس میکنی، داری یه جای دیگه. لب دریا همه کفر است و دریا جمله دینداری. من میرم به سراغ عطار، چند بیتشو میخونیم. پس الان تو این بیت کفر و دین رو به صورت مستقیم صنایع غزنوی شبیه میدونه. دقت بفرمایید، کفر و دین رو تو یه وادی میدونه. دقت کنید به شعر عطار. دارم سند میارم از بزرگان عرفان که اینا راجع به دین و کفر چی میگن. چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد کف دریا زمین باشد. یعنی میگه کل جهان هستی بخاره این دریا. میگه یه دریای بی پایانی رو فرض کن که بخارش آسمان، یعنی کل جهان هست، هر چی آسمون هست این بخارشه، کف دریا زمین باشه. فرض کن کف دریاش زمینه. لب دریا همه کفر است و دریا جمله دینداری، ولی کن گوهر دریا ورای کفر و دین باشه. میگه اگر کل دریا رو دینداری بدونی و لب دریا هرچی ساحل کلشو کفر بدونی، گوهری که تو اون دریا عرفان ورای کفر و دینه، ولی کن گوهر دریا ورای کفر و دین باشد. اگر آن گوهر و دریا به هم هر دو به دست آری، تو را آن باشد و این هم، ولی نه آن نه این باشد. تو ای عطار محکم کن قدم در جاده معنا، که اندر خاتم معنا لقای حق نگین باشد. تکلیف دین رو کمپلت توضیح داد، من نمیدونم دیگه، خیلی ساده است، خیلی ساده، خیلی ساده توضیح داد. پس دین کمکی به شناخت عرفان نمی کنه. ای سنایی کفر و دین در عاشقی یکسان شمر، جانده اندر عشق و آنگه جان ستان را جان شمر. کفر و ایمان گر به صورت پیش تو حاضر شوند، دستگاه کفر بیش از مایه ایمان شمر. میگه تازه کفر یه ذره باحالتره تا ایمان. یعنی تازه سنایی میگه کفر یه ذره بهتر دینداریه. چرا؟ چون این لوحش پاکتره، یه خود خردتره داره پک میکنه. اگه تو دینداری داشته باشی تکلیفت رو حواس، یعنی یه بیلیبی داری که با هیچ سور... هیچ وقت نمیشه این سوراخ وا کرد تو کلت، چون یه بیلیبی داری بیلیبای دیگر رو قبول نداری. میگه من مسیحی ام، همه ادیان زرت و پرت میکنم، من مسلمانم، تمام ادیان پلا میکنم. حالا ور نمیدانی که خود جانان چه باشد در صفا، هر چه آن را از تو بیرون بربرد بیرون برد، آن را آن شمار. چشمه حیوان چه جویی قطره آب از نیاز، در کنار افشان ز چشم و چشمه حیوان شمار. حالا پس اینجا خیلی قشنگ، کفر و ایمان گر به صورت پیش تو حاضر شوند، دستگاه کفر بیش از مایه ایمان شمار. عطار عارفی که مولوی میگه هفت شهر عشق رو عطار گشت. چون میدونی چرا اینو میگه؟ بخاطر اینکه مولوی اصولا فوش خارمادر میده تا بفهمن. سعدی خیلی مؤدبه، عطار برای سالکان عرفانیه. یعنی وقتی تو وارد عرفان میشی عطار خیلی کمک. به هر حال تو یکی از این ده بیت یک غزل عطار به زور به تو میتپاند این فهمو. یعنی یه جوری خلاصه بهت میفهمونه. چند تا کلمه از چند تا بیت از عطار بخونم. عشق بالای کفر و دین دیدم، بینشان از شک و یقین دیدم. عشق بالای کفر و دین دیدم، پس عشق بالای کفر و دین دیده. یعنی پس کسی که تو کفره یا تو دینه عشق رو نمیتونه بفهمه. عشق نشانه عرفان چند تا شاخصه داره، یکیش عشقه. عشق بالای کفر و دین دیدم، بینشان از شک و یقین دیدم. کفر و دین و شک و یقین گر هست، همه با عقل هم نشین دیدم. میگه کفر و دین و شک و یقین عقله، همه با عقل هم نشین دیدم. چون گذشتم ز عقل صد عالم، چون بگویم که کفر و دین دیدم. میگه هر چی از کفر و دین و شک و یقین میبینی تو عقل من، از عقل صد سال عالم که رد شدم، چجوری میتونم بگم کفر و دین دیدم؟ یعنی تازه عقل، همه اینا تو عقله، ایشون صد تا عقل رو داره توضیح میده، صد تا عالم وجود داره تو این تفکرش. هرچه هستن صد راه خودند،
سد اسکندری من این دیدم. میگه کفر و دین و شک و یقین همه سدهایی هستن که سد اسکندرن. این سدها موجب شده که شما به عرفان نرسی. یعنی دین داره جلوگیری میکنه از اینکه تو به عرفان برسی. من حرفایی از خودم تا الان نزدم. دقت بفرمایید. دقت بفرمایید. جون حسینی فردا میدونی آخه چیزی بگم بخندی با جون حسینی. من مثلا الان با این همه کتابایی که اطلاعاتی که دارم، اگر مولوی مثلا 150 میلیون گوسفند داشته باشه، کل شعور و هوش و شخصیت و فکری من و کتابایی که من خوندم پشکله. یکی از این 150 میلیون گوسفند این آقای مولویه که الان اگه مولوی از قبر بیاد بیرون، اولین سوالی که از حسینی میپرسه اینه که میگه آیه حسینی، میگم جونم قربان، میگه تو واقعا تو این 150 میلیون با این کتابایی که خوندی خودت رو در حد یک پشکل یکی از گوسفندای من دیدی؟ خیلی خودت گنده دیدی. همین که فکر میکنه حسینی که پشکل یکی از این گوسفندان 150 میلیون گوسفند مولویه، یعنی خیلی خودش گنده میبینه حاجی. پس من از چیزی از خودم نمیگم. الان من دارم استناد میکنم به افکار عطار، سعدی، مولوی، چون تمام جهان دست به دست هم دادن که افکار اینا باز نشه. هرچه هستن سد راه خودن، سد اسکندری من این دیدم. فانی محض گردد تا برهی، راه نزدیکتر همین دیدم. فانی محض گردد تا برهی، تا برهی اشاره به بیت کفر و دینه. میگه وقتی تو راه نزدیک صراط المستقیم، راه کوتاه رو پیدا میکنی که فانی محض بشی و برهی از کفر و دین و شک و یقین. من دیگه نمیدونم واقعا عطار باید بزنه تو گوشمون بفهمیم. من نمیدونم چجوری باید اینو بفهمونه. یعنی انقدر این شعر واضحه و مشخصه و مبرهن که اصلا احتیاج به هیچی نداره. چون من اندر صفات افتادم، چشم صورت صفات بینم. حالا توضیح میده، میگه میدونید چرا ناراحت نشی دین دارا، ناراحت نشی کافرا، ناراحت نشی حسینیا. میگه چون من اندر صفات افتادم، میگه دین و کفر و اینا صفته، اسم نیست. اشاره به کلمه اسم که اول برنامه گفتم، میگه اینا صفتن، اسم نیستن. دین صفت، اسم نیست. میگه ناراحت نشه حسینی که خیلی مسلمون خودتو میدونی، ناراحت نشه از این حرفای من. چون من اندر صفات افتادم، چشم صورت صفات بین دیدم. یعنی میگه من این صفات تو رو دارم میبینم، اینجوری دارم میفهمم دیگه. ببخشید واقعا تو صفت رو داری تو، یعنی صفت و موصوف. وقتی صفت میاد دیگه موصوف هم میاد پشتش، از اسم خارج میشه. بله، جان عطار را نخستین گام برتر از چرخ هفتمین دیدم. میگه جان عطار را نخستین گام عرفان برتر از چرخ هفتمین دیدم. میدونی یعنی چی این بیت؟ یعنی میگه که هرچی خدا آفرید به خاطر من آفرید. میگه جان عطار را نخستین گام از اول برتر از چرخ هفتمین دیدم. ببین خیلی نکته مهمی تو اینه آقا، چرا شاه نعمت الله ولی، چرا مولانا جلال الدین، چرا عطار وقتی حرف میزنن اینقدر محکم حرف میزنن؟ یا اینا خود بزرگ بینن، مشکل روحی دارن، یا واقعا چیزی میبینن که دارن میگن؟ وقتی ما به سعدی نگاه میکنیم میبینیم حرف مفتی من در گلستان و بوستان نمیبینم خدای، حتی یک کلمه. حتی من کلمه‌ای تا حالا تو بوستان نگفتم. من چرا تو روزنامه دیدم، تو کتاب‌ها دیدم، تو فیلم‌های سینمایی دیدم، تو تمام اینترنت دیدم، تو تمام تلویزیون‌ها دیدم، تو برنامه‌ها دیدم، تو کتاب‌های نویسنده‌های بزرگ دیدم، یعنی حرف مفتم توش داد. اما تو سعدی دیگه اصلا هر چی شما کل جهانی که فشار میدی اوسارش میشه شعور سعدی در اخلاق. سعدی یا داره دروغ میگه یا داره راست میگه. این عطار داره یا راست میگه یا داره دروغ میگه. میگه آقا من از همه گنده ترم، هفت تا چرخ جهان هستی رو که بذاری، نه راجع به کره زمین و یه تیکه تو تهران و وسط شمران و یا وسط لس آنجلس، اصلا کل جهان و این سیاست مدار و اون آدم، اصلا اینا نیست، اصلا کل نگرشی. میگه از همه جهان هستی من بالاترم. چرا این آدم اینجوری حرف میزنه؟ داره به تو سند میده، میگه آقا تو هم اگر خودتو بفهمی همینی. و متاسفانه تو عرفان رو نمیفهمی. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. عجب
علمیست، علم هیئت عشق که چرخ هشتمین هفتم زمین است. در این دریا که من هستم، نه من هستم نه دریا هم، نداند هیچ کس این سر مگر آن کو چنین باشد. خب میگه دلا خوبان دل خونین پسندن. بابا طاهر دلا خون شو که خوبان این پسندن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسندن. میگه متاع کفر و دین، اون دفعه هم توضیح دادم، بی مشتری نیست، یعنی تمام ادیان مشتری دارن، آدم دارن، کاستومر دارن، همه کفار هم کاستومر دارن، این حزب اون حزب، این دینیه این بی دینیه، همشون یه گروهی دورشونه. میگه بدون مشتری هم نیست، گروهی آن گروهی این پسندن، ولی تو برای شناخت عرفان دلا خون شو که خوبان این پسندن. بله خب ابتدا به ساکن نگرشی از عرفان رو توضیح دادیم که بدونید که عرفان علمی نیست، علم شاخه ای از عرفانه، عرفان دینی نیست، دین شاخه ای از عرفانه. برای شناخت عرفان هیچ کتابی به شما کمک نمی کنه، هیچ کتاب دینی به شما کمک نمی کنه، هیچ دینداری به شما کمک نمی کنه برای شناخت عرفان، هیچ علم و سوادی به شما کمک نمی کنه و چیز دیگری به شما کمک می کنه برای شناخت عرفان که در هفته های بعد بهش خواهیم رسید. پس فراتر از همه این حرف هاست که شما عرفان رو تشخیص دادید. اگه خدا بخواد انشاءالله در قسمت‌های بعدی توضیح بیشتری دادیم خواهیم داد. بهترین راه برای حمایت این برنامه، اگر شما واقعا میخواید محبت کنین، کوتاه‌ترین راه حمایت ما این نیست که به ما پول بدین. مهم نیست، از حال ما با هر چنگ و دندون این کار رو میکنیم، خلاصه تا صدامون قطع نشه. اما رادیوی ما رو به دیگران معرفی کنید، فیسبوک رادیو پستور رو لایک کنید و فایلایی که ما میفرستیم و توی تلگرام و توی هر جایی میفرستیم، تلگرام اینا، هر جایی میفرستیم تو فیسبوک اینا، لطفا شیرش کنید. اصلا ساده ترینش اینه که این برنامه رو من گذاشتم، شیرش کنید و فیسبوک ما رو لایکش کنید. الان 20,000 نفر توی رادیو پرسو هستن، اون رو لایکش کنن و رادیو ما رو به دیگران معرفی کنن. مرسی. کمکان حسینی هستم، تا هفته دیگه دوشنبه. از این تکرار این برنامه چهارشنبه رأس ساعت 11 پخش خواهد شد. امروز هم ساعت 3 دوباره این تکرار خواهد شد، ولی تا هفته دیگه دوشنبه. فعلا به درود شنونده محترم. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم.